خب الان بیشترین بحث قابل انتقاد هم واقعا رو همین فوتبال و رو حوادثی که پیش میاد و الان بزرگترینش همین مسئله انتخابات آینده است. واقعا شما در نظر بگیرید دیگه، این صحبتیه که خود اهالی فوتبال خیلی علنا هم گفتن آقای تاج رو الان باید محاکمه کرد که آخه این قرارداد رو رو چه حسابی نوشته، رو چه مبنایی بوده، موقعی که رفته بوده ترکیه و آیا باید اصلا میرفته ترکیه اونجا قرارداد ببنده با ویلموت، و بعد مثلا وقتی میدونه که زن این آقا، همسر این آقا خودش وکیله و به این چیزا وارد، باید همینطوری بره هر چی گفتن امضا کنه. آدم اینجا یه مقدار شک داره، یعنی من اینه که هیچ چی نمیدونه رو نمیتونم قبول کنم. یا حداقل یه مسائل عادیه که آدم همه چی که به ضرر خودش نمیذاره. شما در نظر بگیرید آقای ویلموت اومد به ایران، اومدن به ایرانش فقط از یک سفر کوتاه هم کوتاه‌تر بود، یعنی رفت پشتش به بحرین و با بحرین بازی کرد، با عراق بازی کرد و بعدش هم دو تا بازی آسون هم با تیم چیز داشت، کامبوج داشتن و هنگ کنگ. بله بله، و کامبوج. و تو این شرایط برای این دوتا بازی و چند تا بازی دوستانه که کرد چه رقمی گرفته؟ این بابت هر دقیقه واقعا چند میلیارد گرفته؟ درسته. این نشون میده که یه زد و بندایی از خود اطرافه، و اینجا من کاری به واعظ آشتیانی و دیگرون ندارم که مخالفه ایشون هستم، ولی واقعا خود من یکی از کسایی هستم که میگم اصلا چطور ایشون روشن شده برگردن به فوتبال. درست. یعنی درست. خب حالا ماجرا تموم شد، من هم 8 میلیارد رو کردم 3 میلیارد نمیدونم اینا، حالا دیگه تموم شد، به رفع من بوده، من 5 میلیارد شکم کردم با وکیلی که، مگر اینکه این وکیل جدیدی که داره کار میکنه بتونه کاری بکنه که من امید ندارم، چون پرونده ای که بسته روی یک مدارکی بوده خیلی محکم و به رفع فقط آقای ویلموتس که اینجا واقعا اونم نامربیه، مربی نیست.